راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیر کبیر و شناخت زبان و واژه‌های فارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان برون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه از دکتر ناصر انقطاع. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک که هم میهنانی که آوای مرا از هر کجای جهان که هستند میشنوند، برنامه در کوچه پس کوچه های تاریخ رو در چارچوب بشنویم، بیندیشیم و بدانیم از پرژن رادیو می آغازم. همکار من در این دو ساعت آریای ارجمند، جوان پرکاره که در اتاق فرمان کارهای فنی و تکنیکی رو سرپرستی میکنه. ضمناً با اندوه فراوان آگاه شدم که شاهبانوی شعر معاصر ایران سرکار خانم مهین عمید روز گذشته بامداد چشم از جهان فرو بست و یک زندگی پربار با خدمت فراوان و ارزشمند به فرهنگ ایران در پشت سر خود باقی گذاشت. مهین عمید رو من از زمانی که به آمریکا آمدم و گویا 2-3 ماه پیش از من ایشون نیز به آمریکا آمده بود تا امروز میشناختم و از نزدیک از دریای ذوق و اندیشه او سود می بردن. او چامه سرایی بسیار بسیار چیره دست، بسیار سلیس و شیوا و پرمغز شعر می گفت و 2 کتاب نوشت که کتاب دومش که کتاب بسیار مفصلی است، افتخار ویرایشش رو من داشتم و در برگ سوم یا چهارم کتابم نکته ای رو درباره خانم عمید من نوشتم که این نکته رو من در صفحه 31 باید باشه امروز برای شما به یاد این بانوی ارجمند میخونم. روان شاد و راهش راه ایران، راه سروری و بزرگی و راه آزادگی ایران که راه او هم بود پر رهرو باد. این چامه ایره که میخونم در برگ نخست کتاب نگاهی به نگاه از خانم عمید چاپ شده، از سروده های خود ایشونه. اولا نام
شعری و نام یعنی تخلص سرکار خانم امید نگاه بود. مهین امید میگه دلا گر کوه ها در هم بریزد، اگر که آب از دریا گریزد، سیاهی گر بپوشد روی گیتی، اگر خورشید هرگز بر نخیزد، اگر آتش بگیرد کهکشان ها، ز چشم آسمان خون ها بریزد، اگر کینه شود قانون عالم، تنفر با همه دل ها ستیزد، تو را هرگز نخواهم ترک گفتن، تو ایران منی، تو ایران منی و هستی من. گلم را با هوای تو سرشتند، به قلبم عشق را با تو نوشتم، اگر گل بوته‌ای سرزد شعرم، نهالی بود که از عشق تو کشتم. مرا با هر نفس مهر تو آمیخت، به پودم رشته ها زشق تو رشتم. عجب نبود اگر گویم از اول، مرا از تو، تو را از من سرشتم. تو را هرگز نخواهم ترک گفتم، تو ایران منی یو هستی من. تو بنیاد منی و بانی من، توی آبادی و ویرانی من، غم ارتازد بر ارکان وجودم، توی تکیه گه روحانی من، حدود مرز تو مرز امیدم، توی آزادی وجدانی من، بمان بمانی جاودان ای ملک ایران، فدایت این وجود فانی من، تو را هرگز نخواهم ترک گفتن، توی ایران من، تو میهن من. خب من در آغاز برنامه گفتم که کتابی که مهین امید چاپ کرد و افتخار بازنگریشو که البته در برابر شعرهای اون کوچکترین نقشی من نمیتونستم داشته باشم چون واقعا در قله شعر بود، ولی به هر روی از نظر مسائل مربوط به واژه شناسی و لغت و غیره و اینا با هم دیگه هم رأیی می کردیم، نه اینکه من چیزی رو به پیشگاه ایشون تحمیل کنم. بر روی اصرار زیادی داشت که در زمینه این کتاب چیزی من بنویسم. خب خواهر ارجمندی بود برای من که خواهر بزرگتر میشه بهش گفت و پذیرفتم سخنشو. اون چی که میگم در صفحه 31 کتاب نگاهی به نگاه نوشته شده. مهینی که من میشناختم در اون زمان نزدیک به 16 سال بود که من
مهین امیر رو میشناختم، بنابراین این نوشته مال حدود 14 سال پیش. 16 سال پیش که به لس آنجلس آمدم، در همان روزهای نخستین در برگزاری یک آیین فرهنگی، هنگامی که مجری برنامه نام مهین امیر رو برای خواندن یک چامه بر زبان آورد و او را فراخواند، حواس و هوشم را جمع کردم تا ببینم این زن چه می کنم. پیش از آن تنها یک نشانه گنگ از نام مهین امید در یاد من بود. مهین پشت میکروفون رفت، چامه ای را که سروده بود خواند. در شگفت شدم که با این همه چیرگی و این همه آمادگی و این همه آشنایی با هنر چامه و چامه سرایی، چرا تا کنون آن گونه که شایسته است سرشناس نشده. فراموش نکنیم که بعدها دانستم که امید مانند من تازه به آمریکا آمده بود و در زمانی اندک با وجود خوی فروتن و گوشگیری بیش از اندازه او، نامش همگیر شد و اون روز کمتر کسی بود که نام امید رو به عنوان یکی از زنان چیره در پهنه چامه و ادب نشنیده باشه. رفته رفته آشناییم با این زن ادب پرور بیشتر و بیشتر شد و از وی خواستم که برخی از چامه هایش را برای روزنامه‌ای که من سردبیرش بودم بفرستد و او این کار را با مهربانی انجام داد و هرچه زمان می گذشت بیشتر به چامه های وی دلبستگی و اعتقاد ادبی و شعری پیدا می کردم. با دقت و موشکافی سروده هایش را می خواندم و چون به پیروی از خوی روزنامه‌نگاری و آموزگاری که داشتم، همیشه به دنبال خردگیری در نوشته ها و سروده های کسان بودم، این سرشت را درباره سروده های مهین امید نیز به کار می بردم. ولی هرچه بیشتر موشکافی و باریک بینی می کردم، کمتر به نکته درخور خردگیری بر می خوردم. شاید بیش از 90% سروده های مهین امید را پرده ای از اندوه و ناکامی و گلایه از نامهربانی ها و نامردمی ها پوشانده باشد که این بیگمان از گذشته شاعر و از برخورد طبع لطیف و زودرنج او با ناهنجاری های پیشین در زندگیش ریشه می گیرد. اما اینها هرگز سنگ سنجش درباره چامه های او و یا دیگر چامه هایش نیست. آنچه که یک چامه سرا، به ویژه یک بانوی چامه سرا، برجسته تر و برتر از دیگران می شود، ساختار شعری، گزینش وانش واژه ها، در کنار هم نهادن آنها، رعایت پایه های چامه سرایی و لطافت معناهای به کار برده شده در چامه است که مهین امید رو به راستی همه آنها را رعایت می کرد و ما او را به همین صفت ها می شناختیم. دریغ بود که این همه لطیف اندیشی در گنجه خانه او خاک بخورد و به دست مردم نرسد. این بود که من نیز به گروه کسانی که وی را تشویق می کردند که دست کم برخی از انبوه سروده هایش را چاپ کند پیوستم و سرانجام توانستیم راضیش کنیم که دست به این کار بزند و بهره آن پیشنهادها کتابیست که همکنون به نام نگاهی به نگاه در دست دارید. درباره این بانوی فرهیخته خیلی بیش از اینها میتوان گفت و نوشت، ولی چون پروانه پرگویی ندارم و به ویژه اون نیازی به ستایش ندارد، به همین جا بسنده میکنم و برای او آرزوی زندگی دراز همراه با پیروزی و تندرستی دارم.
این نوشته‌ای بود که 14 سال پیش من در آغاز کتاب سرکار خانم مهین امین نوشتم. روح شاد، روانش جاودان و ایرانش همیشگی و پایدار باشه. نقش زندگی چو نقشی برام
سینه سوز آه آه که خفته بر لبان ما هزار گفتنی بر اسیر هجرت شد. نه شور عارفانی نه شوق شاعرانی قرار عاشقان هم شتاب در شتاب شد. نه فرصت شکایتی نه قصه و روایتی تمام جلوه های جان جار تو به خواب شد. نگاه منتظر به در نشست عمر شد به سر نیامده به خود نگر که دوره شباب شد. ای شعله تابان من همره زنی همره بری همین سری همان سری ای نور بی پایان من. چون می روی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من ای خست تو پنهان شده در خستی پنهان من. ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من ای خست تو پنهان شده در خستی پنهان من. چون می روی ای جان جان بی تن مرا ای یار من ای یار من ای دل بر او دلدار من ای محرم و غمخوار من ای دین و ای ایمان من خوش می روی در جان من ای درد تو درمان من. چون می روی بی من مرو جان جان بی تن مرا هفت آسمان را بردارم از هفت دنیا بگذرم ای شعله ی تابان من همراه زنی همراه بری
برای آغاز برنامه من به روال عادی این نکته رو باید یادآوری کنم که یکی از نوروزهای بیادماندنی در تاریخ ایران خاطره ایست که از زمان چیرگی تازیان بر استان خوارزم و بخارا و سمرقند بر جای مانده، چون اون بخش یعنی دورترین نقطه ایران نسبت به تازیان یک بخش بسیار حساسی بوده. فرماندهی تازیان بر این تصمیم استوار میشه که یکی از خشنترین و بیرحمترین فرماندهان و فرمانداران خودش رو به نام قتیبه بن مسلم فرماندار قسمت خوارزم بکنه، چون دورترین جا بود باید سرکوبی بیشتری بشه. قتیبه دستور میده همه باید روز آدینه برن نماز بخونن و خب روشن ایرانیان اون زمان اصلا حتی نام تازیان رو نشنیده بودن، برای که چندین هزار کیلومتر با سرزمین تازیان فرق داشتن. اون شمال خاوری ایران تا بالای بخارا بوده، گوش نزده بودن. روزهای دوشنبه که میشده تمام اون کسانی که در شهر نرفته بودن نماز آدینه اینا رو گرد می آوردن و می آوردن روی پل جیهون و اونها رو گردن می زدن و می خوابوندنشون لب رود پل و خون اینها می ریخت در داخل رودخانه، به طوری که مثلا ده تا که اینها رو سر می بریدند رنگ خون جیهون، رنگ آب جیهون به رنگ خون می شد و بسیاری از شاعران شعرهای سرودن راجع به جیهون خونین، منظورشون همون کشتار قتیبه بن مسلم بوده. چندی نمیگذره که بیشتر خانواده های مردم بخارا، سمرقند و شهرهای پیرامون اون اینها همه سوگوار میشن و عزیزی یا هموندی از خانواده خودشون رو از دست داده بودن. در این موقع نوروز نزدیک میشه. یک ایرانی که بدبختانه در تاریخ نام او نیست و یک نام از او باقی مانده و اونم از زبان خودش بوده، یعنی خودش نام خودشو نهیب میزنه و میگه این میمونه در تاریخ، او ابو عمار اسمش بوده. ولی این نام در تاریخ میمونه. حالا داستان اینه، 4-5 روز به عید مونده، مردم بخارا همه غمگین، سر در گریبان، چشم ها اشکالود و غصه دار، مجبور بودن آدینم برن نماز، اگر نرن سرشون رو میزدن و مشکلات فراوانی بوده. یک ایرانی میاد در سر بازار در حالی که چنگ خودش رو بر پشتش بسته بود، بر روی سکوی در آغاز بازار بخارا میره و فریاد میزنه آهای مردم ایران. خب یکی دوتا دورش جمع میشه، بعد آغاز میکنه به سخن. تمام نامردمی های قتیبه بن مسلم رو میگه و بر میشمره و بعد همه جوانانی که کشته شدن اینا آرام آرام به جمعیت پیرامون او افسوده میشه و همه چشم ها گریان میشه. چنان لحن گفتار این مرد سوزناک و سوزاور بوده که تمام رو به گریه میندازه.
بعد که خوب راجع به جنایات اینها سخن میگه، چنگ رو از پشتش بیرون میاره، شروع میکنه به نواختن و چنین میگه، میگه ابو عمار، نوروز در راه است، اندکی هم شادی باید. و بعد ترانه شاد مینوازه و مردم اشک ها رو از چشم ها پاک میکنه. و من در آغاز این برنامه میخوام بگم که ملت ایران، ما صدمات زیاد دیدیم، چشم هامون اشک آلوده، خانواده ها سوگوارن، جوانانی رو از دست دادیم، ولی رمز پیروزی ما در استقامته، در پیشرفت و پیروزی به وسیله استقامته. ما باید استقامت داشته باشیم، بنابراین اندکی هم شادی باید. چامه آغاز بخش شادمانی نوروزی رو با شعری از استاد سخن سعدی می آغازم. برخیز برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. این بوی بهار بوستان است یا بوی وصال دوستان است؟ ای مرغ به دام دل گرفتار، ای ملت ایران، ای مرغ به دام دل گرفتار، برخیز که وقت آشیان است. امروز مبارک است فالم، کفتاده نظر بران جمالم، این بخت نبود هیچ روزم، وین گل نشکفت هیچ سالم. بوی گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. ساقی بدان شراب گلرنگ، مطرب بزن آن نوای بر چنگ. ساقی بده آن شراب گلرنگ، مطرب بزن آن نوای بر چنگ. که از زهد ندیدم فتوحی، تا کی زنم آبگینه بر سنگ، تا کی زنم آبگینه بر سنگ.
آسینه که پای سفره میچینه، یک سینه سب سینه سفره سمنو سمنو آی سمنو، مال حفظین سمنو، مال پای حفظین سمنو. مال حفظین سمنو، مال پای حفظین سمنو. این کمه بازم بده، کم روشی خیلی بده. خانم دادی تو 5000، سر به سرم خیلی نزار. خانم جونم بده دیاد، به دادم خیلی زیاد. سمنو سمنو، مال حفظین سمنو، مال پای حفظین سمنو. گر بچه میخوای از خدا، در پای حفظین کن دعا. تا که یک شکم بذاری سقلو سمنو آی سمنو، مال حفظین سمنو، مال پای حفظین سمنو. سمنو ریشه جونه، سمنو باب دندونه. خب یکی اولا بسیار به جا و شیوا و دقیق و زیرکانه آریا این ترانه رو بعد از اون سخنی که من راجع به نوروز و راجع به سخنان ابو عمار گفتم انتخاب کرد، چون میخواستم راجع به حفظین امروز سخن بگم. پایه اصلی نوروز، پایه اصلی آیین بی انتهای نوروز، بعضی میگن 6000 سال، بعضی میگن 10000 سال، بعضی میگن 3000 سال، روشن نیست از کی، ولی تا زمانی که ایرانی به نام ایرانی و آریایی بوده این آیین بوده. یکی از این آیین‌های زیبا و ماندنی نهادن حفظین، یعنی این آیینی که حفظین رو بر سر خانه نوروزی میذارن در برابر ایرانی هست. اینا از کجا ریشه گرفته؟ چرا هفت و چرا سین؟ آیا از خود تو پرسیدیم که چرا هشت سین نشده؟ چرا به جای سین شین نشده؟ برخی میان اظهار نظرهایی میکنن بدون ریشه، بله این از اول هشت سین بوده، هفت سین بوده، نه هرگز معلوم نیست. حالا من امروز تا اونجایی که زمان به هم اجازه بده روشن میکنم که آیا واقعا هفت سین بوده یا هفت سین بوده یا هشتا بوده یا هفت سین بوده، کدوم بوده. اول ببینیم چرا هفت و بعد چرا سین. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، به از دیدگاه جامعه شناسی به پایگیری جوامع ایرانی به خصوص هندو ایرانی نگاه میکنیم، میبینیم که شماره هفت یکی از ورجاوندترین و گرامیترین شماره ها در کارهای ایزدی و خداییه، و حتی در برخی از مسائل اهریمنی نیز باز میبینیم که با شماره هفت روبرو هستیم. بنابراین در زندگی بشر شماره هفت نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته. من نگاهی میکنم به باورهای مذهبی جهان، میبینم شماره هفت برای پیروان موسی، یکی از کهن‌ترین تیره‌های دینی جهان هستند، فرخنده و خجسته است. اونها هم برخی از مانند کیش‌های دیگر هفت فرشته پاک دارند و هر یک از آنها را فرمان روای یکی از ستارگان هفتگانه می دارند. مثلا در باب 23 از کتاب تورات چنین می خوانیم: 6 سال زمین خود را بکار
و سال هفتم آنجا را واگذار تا بینوایانی آن را بکارند و بهره گیرند و جانوران از مانده آن سود ببرند. در جای دیگر از کتاب تورات می‌خوانیم: شش روز کار کن و روز هفتم بیاسای تا زن و فرزند و غلامت تو را ببینند و مهربانی کنند. و بسیار زیاده. مثلا باز در جای دیگر در تورات میگه غلامان و کنیزان تنها 7 سال برده هستند و پس از آن باید آزاد شوند. اما اگر پس از 7 سال برده ای باز هم خاص برده بماند، صاحب و دارنده وی باید او را بر آستان خانه بیاورد و در برابر همگان گوشش را سوراخ کند و از آن پس تا پایان عمر اون شخص غلام اون مرد هست. بنابراین زبانزد غلام حلقه به گوش از همین جا پیدا شد. در جای دیگر در داستان‌های هم میهنان یهودی به زندگی پیامبر یوسف می‌رسیم که میگه فرعون در خواب دید 7 گاو فربه 7 گاو لاغر را خوردند و خوابگزاران فرعون چنین گزارش کردند که سرزمین مصر 7 سال خشکسالی را خواهد دید، که البته عین این داستان در کتاب قرآن هم اومده. همچنین مسیحیان شماره 7 در باور اونها هم والاست. از جمله میگن 7 خوراکی از آسمان برای عیسی پیامبر فرستاده شد که به اون 7 الوان میگفتن. عبارت بود از نان، نمک، ماهی، تره، سرکه، روغن و انگبین، یعنی اصل. در انجیل یوحنا هم می‌خوانیم که یوحنا در رؤیا 7 روح، 7 مهر و 7 صورت را دید که بره سربریده را که دارای 7 شاخ و 7 چشم بود در پیش داشته و در برابر خدا ایستاده و 7 جا در 7 مرحله جام زرینی که اون فرشته ها در دست داشتن به دستشان بود و کرنا می نواختن. در نزد مسلمانان هم شماره 7 برجاونده و به خوبی می بینیم که در آیین‌های حج حاجیان باید 7 بار گرد خانه کعبه بگردن، که البته این از مراسم پیش از اسلام هم در میان تازیان روا بوده. همچنین در خانه کعبه، در تاریخ خانه کعبه می خونیم که به خصوص تازیان در دوران پیش از اسلام 7 قصیده عالی می سرودند و آنها را در خانه کعبه می آویختند و به آن معلقات 7 یعنی آویخته های 7 گانه. اگر من بخوام اینطور برم جلو شاید 2-3 ساعت باید وقت شما را بگیرم و گام به گام پیش بیام. مثلا حتی در قرآن ما میبینیم که اصحاب کهف 7 تن بودن و اونها نامهای مختلفی داشتن. همچنین در قرآن میخوانیم که در بهشت 7 چشمه هست. باز هم میبینیم که در مسلمانان در نمازهای 5 گانه خود به هنگام سجده 7 اندام خود را بر روی زمین مینهادن: پیشانی، 2 کف دست، 2 زانو و 2 شست پا. از این گذشته مسلمانان بهترین شستشو رو اون رو میدونن که چیز پلید رو، چیز آلوده رو 7 بار با آب پاک بشوین تا پاک شد. مولوی میگوید رو سینه را چون سینها،
هفت آب شوی از کینه ها، که به غلط میخونن رو سینه را چون سینه ها، نه سینه، سینه رو نمیشونه، سینه ها همون مقدسان رو میگن، سپنتاها رو میگه مولوی. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. بر روی من اگر بخوام تمام این مسائل رو بگم، گفتم زمان به درازا میکشی. درویشان، هممیهنان زرتشتی در کتاب اوستا هفت بومه دارن، نام هفت سرزمینه که زرتشتیان معتقدن که این هفت سرزمین همه جهان هستی رو تشکیل میداده و در کیش زرتشت ایران در بوم چهارم بوده، یعنی در بوم وسط، سه تا بوم این ورش بوده، سه تا بوم اون ور، و همچنین هفت سپنتا داشتن، دارند هفت اهریمن دارند، هفت آذر دارند که آذرکده هاشونه، آتشکده هاشونه، و همچنین در تاریخ و و و دیگرش. از این گذشته به آرامشگاه کوروش نگاه میکنیم، میبینیم که این آرامشگاه در که در مشهد مرغابه هفت پله بزرگ یا هفت تختگاه در روی اون بنا شده، یعنی بر روی هفت تختگاه. خب من از آریای گرامی خواهش میکنم یه ترانه میانه چیز بزنه، یه کمی من فاصله بدم بعد بخونم. بر گفتار معمولی در تاریخ، در اجتماع، ما با واژه هفت در ایران بسیار بسیار روبرو میشیم. هفت بام، هفت پیکر، هفت ایوان، هفت بنیاد، هفت گنبد، هفت آسیا، هفت آینه، هفت اختر، هفت انجم، هفت پرگار، هفت تابنده، هفت حوض، هفت جوش، هفت چشمه، هفت گل، و بی نهایت ما در نامهای شهرها و روستاها با هفت روبرو هستیم. همچنین هفت دفتر مثنوی مولوی، هفت پیکر نظامی، هفت اورنگ جامی، هفت وادی منطق الطیر، هفت حصار خواجه عبدالله انصاری، هفت بند محتشم کاشانی، هفت اقلیم امین احمدزاده رازی. هفت صفتی که ناصر خسرو در جامع الحکمتین از افراد خوب یاد کرده، یا رفتار هفت گام رو به قبله رفتن به هنگام سوگند خوردن، هفت سفر دریای سندباد. و من میگم اگر بخوام راجع به همه این هفت هایی که در گفتار روزانه ما هستن صحبت بکنیم، بسیار بسیار میتونیم سخن بگیم.
خب حالا ببینیم که حفظ رو که شناختیم که چقدر مورد علاقه است در این زمینه، چرا هفت سین؟ چرا نگفتند هفت ب یا هفت میم و یا هفت چیز دیگر؟ بسیاری از جستارگران بر اونند که در ایران باستان به هنگام نوروز و فرود آمدن فرورها از آسمان، ایرانیان هفت سفره یا بهتره بگیم هفت خان، همونطور که هفت خان رستم و هفت خان اسفندیار هم در شاهنامه داریم، میچیدند و این واژه در آغاز هفت چین بوده، یعنی هفت چینی که هفت چیزی که چیده میشده. و پیش از تاختن تازیان به ایران، چون آنها بندواژه جیم رو یا بندواژه چه رو نمیتونستند بگن، هفت چین رو هفت سین گفتن و همین گونه بر جای موند. همونطور که کشور چین رو میگن مملکت سین. این یه باوره، حالا من دارم باورهای مختلف رو میگم بدون اینکه اونها رو تایید کنم. باور دوم این که میگن هفت سین در آغاز هفت شین بوده. خوب به این مسئله دقت کنین، چون من با 90% کسانی که در زمینه هفت سین با هم سخن میگن به این پرسش برخوردم که آقا اول، نمیگنم که آیا درسته یا نه، میگن آقا اولش هفت شین بوده. میگم به چه دلیل؟ تمام اونها این شعر رو دلیل میارن. من این شعر رو براتون میخونم. میگه جشن نوروز از زمان کیان، ببینید میگه از زمان کیان، یعنی پیشدادیان، یعنی خیلی قدیم، یعنی نزدیک هخامنشیان. جشن نوروز از زمان کیان، می نهادند مردم ایران شمع و شیر و شراب و شیرینی، شکر و شهد و شایه اندر خان. خب این هفت شینی که آقایون و بانوان بهش استناد میکنند که در این شعر بوده و میگن این شعر که از زمان کیان سروده، بنابراین شمع و شیر و شراب و شیرینی، شکر و شهد و شایه بوده. شایه هم یعنی میوه در زبان فارسی کهن، میوه شایه. خب اولا شمع و شراب و شهد هر سه عربیه. چگونه از زمان کیان ایرانی ها سه تا لغت عربی رو در پاکترین جشنشون به کار می بردن؟ هیچ کدوم اینها رو در زبان فارسی با شین ما به کار نمی بریم. در روزگار باستان به شمع می گفتن سپندار یا افروزه و به شراب می گفتن باده و به شهد می گفتن انگبین. پس این چامه و اون چی که بهش استناد می کنند به عنوان هفشین نمی تونه پایه علمی و قانونی و واژه شناسی باورهای ما باشه. اما برای اینکه ما بررسیمون کامل بشه باید بیایم به این نکته توجه کنیم که در دوران میانی، یعنی در زمان گویش‌های پهلوی ساسانی یا پارسیک و یا پهلوی اشکانی یا پارتیک، دو جور زبان بود که بعداً این دوتا با هم در هم آمیخت، ولی از اول اشکانیان و ساسانیان با اینکه زبانشون پارسی میانی بود، پهلوانی و پارسیک بود، ولی در برخی از واژه ها با همدیگه اختلاف گفتگو داشتن. از جمله ساسانیان بسیاری از شینها رو سین می گفتن، به جای که سه تا نقطه بذارن روش، در نوشتارشون سه تا نقطه رو نمی داشتن. بسیاری از شینها رو سین می گفتن، مثل خود واژه ساسان که با سینه.
دوم اشکانیان به عکس بسیاری از سینها رو شین میگفتن. برای نمونه بعضی از اینها هنوز هم بر زبانهای ما جاریه، از جمله واژه فرشته است. این فرشته یا فریشته به معنای فرستاده، ساسانیان میگفتن فرسته یعنی اون چی که فرستاده شده، اشکانیان میگفتن فرشته، ساسانیان میگفتن مست، اشکانیان میگفتن مشت. به همین دلیل مستمند که به همون مشتمنده یعنی اون کسی که دستش تهیه. خروشیدن رو اشکانیان میگفتن، ساسانیان میگفتن خروسیدن، همونطور که اون پرندهی که صبح ها میخروشه بهش میگن خروس، سین داره. و مشت رو هم که گفتن. و از این نمونه ها بسیاره که بین این دو چیز، دو زبان بود که بعدن که زبان ساسانی چیره شد بر زبان اشکانی، این دو لغت، دو واژه، این دو نوع شیوه سخن گفتن وارد بحث اینها شد. باور سوم، بیشتر پژوهندگان بر این باورن که در نوروز تخم هفت سبزی خوردنی رو، گندم، جو، برنج، نرسک یعنی همون عدس، لوبیا، نخود و ارزن رو بر روی هفت سینی سبز میکردن و بر این باور بودن که هر یک از این دانه ها، تخم دانه ها که بهتر رشد کنه در اون سال که نوروز آغازشه، این گیاه بیشتر بازده داره. این رو میگفتن هفت سینی. واژه هفت سینی یواش یواش شد هفت سین و از اون به بعد دیگه هفت سین گفته شد. و گروهی دیگه میگن که این هفتا رو بر روی هفت ستون در کنار خانه ها ثبت کردن که اون هفت ستون شد هفت سینی. این پیشینه که هرچه کوشیدم کوتاه‌تر و خلاصه‌تر باشه نشد بدبختانه، چون در حقیقت یک کتاب رو باید در این برنامه گنجوند. میرسیم به این که خیلی خوب، با توجه به گذشته ها، بنابراین آیا هفت سین های شناخته شده و رسمی ما در این زمینه، در این باره چیه و چه چیزهایی رو باید بگذاریم؟ من میبینم مثلا سر سفره هفت سین یارو نان سنگک میذاره، میگه آه سنگک، میگه سنگ با سینه دیگه، میگه آه این نان سنگکه. یا فرض کنید سیر ترشی میذارن، سیر ترشی درست نیست، اون سیر ترشیه، سیر باید گذاشت. و از این نمونه. یا مثلا سوزن میذاره، سنجاق میذاره، سپایه میذاره، سیخ میذاره، اینا که هفت سین نیست. ببینید سلیقه‌ای نیست چیزهای سنتی. بنابراین خواهش میکنم خودکار یا مداد یا قلم بردارید، این هفت چیز رو که من برای شما میگم، این هفت نام رو بنویسید، هفت سینتون این باید باشه، دلیلشم، دلیل علمی و تاریخیشم براتون همین امروز میگم. یادداشت بفرمایید: سیب، سنجد، سبزی یا سبزه، سیر، سرکه، سمنو و سماق.
که به نادرست اون رو با غین با قاف می نویسن. سماق فارسیه، با قاف نباید نوشته شده، شماق رو باید با غین نوشته. بنابراین شد سیب و سیر و سبزه، سیر و سرکه و سمنو و سماق، میشه هفت. این هفتا رو چرا میگیم هفت سین اصلی؟ آقای آریا لطف یه ترانه، یه آهنگ کوچیکی بذارید که من بعدشون دونه دونه توضیح میدم. امیدوارم که این هفت سینی که گفتم یکایی که اونها رو یادداشت کرده باشید. سیب، سیر، سمنو، سنجد، سماق و سبزی. اینا در چه صفتهایی با هم مشترکن؟ بی خودی ایرانی ها اینا رو انتخاب نکردن. بی خودی ما نمیگیم اینا هفت پایه رسمی هفت سین هستن. یکایک اونها رو هم اکنون نگاه میکنی. اولا این پنج صفت رو باید همه اینها داشته باشن. یک، نامش پارسی باشه. ببینید واژه پارسی باید باشه. ما ایرانی بودیم، پدران ما فارسی حرف می زدن. یک، پارسی باشه. دو، با حرف سین آغاز بشه. سه، ریشه گیاهی داشته باشه. چهار، مهمه، چهار، خوردنی باشه. شما سپایه رو نمیتونید بخورید، سوزن رو نمیتونید بخورید، خوردنی باشه. و چهارم، نامش ترکیبی نباشه. نان سنگک یا سنگک نان نمیتونید بگی. سیب زمینی رو نمیتونید بذارید، سیب باید باشه. سیر ترشی باشه، سیر ترشی نباشه، سیر باشه. همچنین سبزی پلو نباشه، سبزی یا سبزه باشه. بنابراین به یکایک که اینها با همکاری دوست عزیزم آقای آریا میپردازم. خب سرکه هر پنج صفت رو داره. نامش فارسیه، از ریشه انگور گرفته میشه که ریشه گیاهی داره.
با حرف سین شروع میشه؟ سرکه دیگه. خوردنی هم هست و نامش هم ترکیبی نیست، سرکه. دومینش سیبه. خب سیب رو هم که میدونیم هم نامش پارسیه، هم با حرف سین شروع میشه، هم ریشه گیاهی داره، هم خوردنیه و هم نامش مستقله و ترکیبی نیست. بعد میریم سر سیره. سیره، سیر همونطور که باز میگم نامش پارسیه. البته من در اینجا یه توضیحی بدم، با اون نیست که در زبان فارسی سیر پنج معنا داره، همش هم فارسیه. یکی سیر یک چهلم منه، میگن یه سیر، دو سیر، سه سیر. دوم ضد گرسنه است، میگن من سیر شدم، پس اونم سیره. سوم رنگ رو مشخص میکنه، رنگ سیر و رنگ روشن. چهارم سیر برادر پیاز به اصطلاح که میده. و پنجم آب و هوا رو مشخص میکنه، سرد سیر و گرم سیر. میبینید که این زبان چه گسترده معناست و همه جور میشه ازش سود برد. آقای آریا، این آریای ما مثل این که از تیره اشکانیانه، برای که شم رو با شیر شروع میشه. ایشون لابد سپنتا میخونده، چون سپنتا یا سپنته به شم میگفتن در دوران کهن. به هر حال شم جز هفت‌سین نیست و آریا اون شم رو گشته. البته در سر سفره هفت‌سین باید شم باشه، چون اون به هفت‌سین مربوط نمیشه، چون ایرانی ها آتش و روشنایی رو مقدس می دونستن. به هر روی پس سیب و سیر و سنجد و اینها رو، و اما سمید. سنجد همینطور نامش فارسیه، با حرف سین شروع میشه، ریشه گیاهی داره، خوردنیه و نامش هم ترکیبی نیست. و اما سماق. سماق فارسیه و البته اینجا صفت اون میوه است، چون سماق در اصل سماک بوده. سماک رو وقتی باز بکنیم واژه رو، سم یعنی سمیدن، یعنی ساییدن.
اصلا به اون پای اسب و الاغ هم میگن سم، به دلیل که بر زمین ساییده میشه و به همین دلیل نعل بهش میزنن که اون ناخن حیوان ساییده نشه، بهش سم میگن، یعنی ساییده شده. اون آکم که میاد پسوند شایستگی، مثل خور و خوراک، یعنی شایسته خوردن. بعد پوش و پوشاک یعنی شایسته پوشیدن، و سم و سماک یعنی شایسته ساییدن. و تمام اینهایی که در چلوک آبی ها ما میخوریم سماک یعنی ساییدنی، میوهی ساییده شده. و به هر روی پارسیه با حرف سین شروع میشه، ریشه گیاهی داره، خوردنیه و نامش هم ترکیبی نیست. بله، سمنو هم همینطوره. سمن نام یک گله، بوی اون گل رو چون این خوراک بوی معطری داره این رو به اون نسبت دادن و سمنو نامش شده و اون رو سمنو میگن. یه حادثه یعنی جالبی الان بین من و آریا رخ داد، خیلی جالبه. بهش میگم بقیه هفت سینا رو داریم، میگه یکی دیگه دارم. میگم چیه؟ میگه تخم مرغه. میگم کجای تخم مرغ؟ اصلا در همه تخم مرغ سین نیست، چه برسه اوله. میگه آخه اول این نوار نوشته هفت سین، ولی توش هم راجع به تخم مرغ هم نوشته. نه، بنابراین مسئله رو به همین جا من در این زمینه حد میکنم. یه نکته دیگه دارم که یک ترانه ای رو خواهش میکنم آریا پخش بکنه، بعد راجع به هفت سین آخرین حرفمون رو میزنیم. سبزی پلو با ماهی نصیبت
ترانه ماهی رو که آریا پخش کرد من رو به یاد یه توضیحی انداخت که جز برنامه امروزم نبود، میذاریم بنابود هفته آینده بگم در این زمینه راجع به آنچه که بر سر خان هفت‌سین و خان نوروزی میذارن غیر از هفت‌سین ها، و اون ماهیه. همین الان هم یکی از من پرسید که آقا ماهی برای چی شب عید سبزی پلو رو با ماهی میخورن، این مفهومش چیه و چرا؟ در ضمن اون ماهی زنده در درون تنگ آب در داخل سفره هفت‌سین یعنی چی؟ هر دو اینها مربوط میشد به هفته آینده، ولی برای اینکه ممکنه فراموش کنم این دوتا رو من همکنون پاسخ میدم. شنوندگان عجمن میدونن که ما برج هایی داریم که البته این برج ها رو عربی کردن، حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان و عقرب و عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت. اینها فارسی داشته. حمل گوسفنده، ثور گاو نره، همینطوری میاد جلو جلو تا میزان ترازوه، جد بزغاله است، دلو آبکشه از شاه، و حوت، حوت نام اسفند بوده. حوت در زبان چیز به معنی ماهیه، و این ماهی رو ماه نام اسفند رو تمام که می شده، یعنی در حقیقت ماه ماهی تمام می شده، بنابراین ایرانی ها به عنوان سمبل پایان اسفند ماهی رو سرخ می کردن و شب عید با سبزی پلو می خوردن، یعنی پایان اسفند. اما چرا ماهی زنده در درون چیز گذاشتن، در درون تنگ آب؟ زرتشتیان ما و حتی پیش از زرتشتیان در سر خان نوروزی باید یک موجود زنده باشه که نماد ادامه حیات. شما فکر میکنید چه موجودی رو به جز ماهی میشه در سر سفره هفت‌سین گذاشت که فرار نکنه؟ از بچه گربه بگیرید و سگ و سوسک و غیره تا بزنیش را میفته میره بیرون. بنابراین بهترین جانوره و بهترین موجودی که هم نماد پاکیه، هم نماد تازگیه، هم نماد زندگیه و هم فرار نمی کنه، میشه در تنگ آب در سر خان نوروزی قرار داد، به شرط اینکه بعدن اون حیوان رو در آب جریاندار، در آب روان رهاش کنید که به زندگی آزاد خودش ادامه بده. با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید. ما میریم به دنباله برنامه. بسیار بسیار مطلب مونده که نرسیدیم بگیم و ناگزیریم همه رو برای بعد بذاریم، از جمله بخش دوم زندگی بابک خرم‌دین در برابر خلیفه، زنان نمردنی ایران، آیا میدانید که، شعری به نام کم دارم و ارگ بم، واژه شناسی و و و همه اینها میمونه برای بعد. اگر برسم فقط میگردم ببینم برای چامه امروز، برای شاهکار شعر فارسی امروز چی میتونم داشته باشم.
میریم یک شعر کوتاهی این شنونده‌ای که نام خودش هم نگفته ولی بسیار شیوا و جالب گفته من براتون میخونم به عنوان نامه ای که از یک شنونده رسید. بر روی ایمیل من گهگاه شعرهای جالبی میرسه که اگر کوتاه باشه و اصول شعری در اون رعایت شده باشه و اون پایه های شعری که معنا، وزن، قافیه و لطافت رو داشته باشه میخونم. من خواهش میکنم اگر نامتون رو مینویسید بهتره، اما نامش رو ننوشته و خودش نوشته نام محفوظ و من چون این چامه رو جای دیگه نشنیدم و معلوم نوعه اینست که میخونم بدون این که بدونیم شاعرش کیه. میگه خورشید رفت، خورشید رفت، موی تو تا در حجاب شد، خورشید رفت، موی تو تا در حجاب شد، تا باد برد روسریت آفتاب شد. خورشید رفت، موی تو تا در حجاب شد، تا باد برد روسریت آفتاب شد. گویا خدا همین که تو را در حجاب دید قهرش گرفت و سخت شدید العقاب شد. مو را برای باز شدن آفریده بود، مو را برای باز شدن آفریده بود، لب هم برای بوسه زدن انتخاب شد، لب هم برای بوسه زدن انتخاب شد. مفتی شهر گفته که هر کس ببوسدت، مفتی شهر گفته که هر کس ببوسدت روز حساب خلق معاف از عذاب شد. میخواستم ثواب کنم با لبم، میخواستم ثواب کنم با لبم، ولی لبهای سرخ کردنیت هم کباب شد، لبهای سرخ کردنیت هم کباب شد.
کار من و تو، کار من و تو داشت به آغوش میکشید، کار من و تو داشت به آغوش میکشید، یک بار هرچه نقشه کشیدم بر آب شد. ای بانوی گرامی ایران آریا، ای بانوی گرامی ایران آریا، تا خواستم بغل کنمت انقلاب شد. ای بانوی گرامی ایران آریا، تا خواستم بغل کنمت انقلاب شد. شاهکارهای شعر پارسی. چندی پیش، در حدود 4-5 ماه پیش، من چامه‌ای رو خوندم که استاد شهریار هنگامی که بر سر خاک ایرج میرزا رفته بود اون رو سروده بود. بسیار بسیار شیوا و خوب بود. چندین شنونده از من خواستند که این رو دوباره بخونم، ولی درست نبود که بلافاصله روز بعدش، هفته بعدش، دو هفته بعدش این رو بخونم، ولی چون این پیوسته اینها اصرار کردن و خواستن و مرتب گفتن آقا به وعدتون وفا کنید، بالاخره امروز در این زمان اندک باقی مانده این چامه شهریار رو من در بخش شاهکارهای شعر پارسی میخونم. ایرجا ایرجا سر به در آور که امیر آمده است، ایرجا سر به در آور که امیر آمده است، چه امیری که به عشق تو اسیر آمده است. چو فرستاده سیمرغ به سهراب دلیر، نوشداروست ولی حیف که دیر آمده است، نوشداروست ولی حیف که دیر آمده است. روح من نیز به دنبال تو گیرد پرواز، روح من نیز به دنبال تو گیرد پرواز، دگر از صحبت این دل شده سیر آمده است، گویی از چشم نظرباز تو بی پروا نیست، چون غزالی به سر کشته شیر آمده است. سر برآور ز دل خاک و سر برآور ز دل خاک و ببین نسل جوان چه مریدانه به پابوسی پیر آمده است، دید اگر آمده شیر آمده، عذرش بپذیر که دل از چشم سیاه عذر پذیر آمده است. Thank you.
گناه از دور زمان است، گناه از دور زمان است که از چنبر آن آدمی را نه گریز و نه گزیر آمده است، آدمی را نه گریز و نه گزیر آمده است. گوش کن، گوش کن ناله این نی، گوش کن ناله این نی که چون لالای نسیم عشق ریزان به نوای بم و زیر آمده است. گوش کن ناله این نی که چون لالای نسیم عشق ریزان به نوای بم و زیر آمده است. طبع من بلبل گلزار صفا بود و صفی، طبع من بلبل گلزار صفا بود و صفی، که چون مرغان بهشتی به صفیر آمده است. مکتب عشق به شاگرد قدیمت به سپار، مکتب عشق به شاگرد قدیمت به سپار، شهریاری که در این شیوه شهیر آمده است. مکتب عشق به شاگرد قدیمت به سپار، شهریاری که در این شیوه شهیر آمده است. خب شنوندگان عزیزم، برنامه ما دیگه دقیقه های آخر رو داره میگذرونه و باقیش دیگه دست آقای آریاس که آیا ترانه ای وقتش هست برای گذاشتن یا نه. با سپاس از شما که زمانی از وقت خود رو به این برنامه دادید. تمام خط ها باز پر شد. اجازه بدید من خدا نگهدار بگم و بعد پاسخ همه رو خواهم داد. امیدوارم سال نو سال پیروزی ملت ایران باشه، سال بهروزی همه باشه، سال تندرستی همگان باشه. شاید من نمیدونم، شاید هفته آینده نرسم، 10% ممکنه من نتونم باشم، ولی 90% خواهم آمد، چون عمل چشم دارم و باید عمل کنن. دکتر گفت هیچ مهم نیست، میتونی بری، ولی خب با این همه باید دید نتیجه چه خواهد بود. در هر حال همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش باد. بدرود تا درودی دیگر.